به نام خدا، سلام به روی ماه شما عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بازم این افتخار رو دارم که با بررسی سوالات کنکور سال 99 در خدمت شما عزیزان دلم باشم. رسیدیم به گروه زبان کنکور سال 99. زبان 99، بسم الله آغاز کنیم. سوال اول رو دقت کن. مطابق آیات قرآن کریم، چه کسی با خاری و سرفکندگی در جهان آخرت وارد دوزخ می شود؟ باید آیه خان بشی. یعنی یه آیه ای هست که میگه با خاری و سرفکندگی اونا وارد دوزخ میشن. کیا؟ پرسیده. باید تو گزینه ها بزنی. باید آیه بیاد تو ذهنم. کدوم آیه بود که میگفت با خاری و سرفکندگی وارد دوزخ میشن؟ آیه درس یک سال دهم بحث تدبره. ببین آیه رو. میگه آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا رو میطلبد، اونی که تنها زندگی زودگذر دنیا رو میطلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس که اراده کنیم میدهیم، سپس دوزخ رو برای او قرار خواهیم داد تا با خاری و سرفکندگی وارد بشه. ببین اینجا رو داده، با خاری و سرفکندگی وارد دوزخ، با خاری و سرفکندگی وارد دوزخ. کیا؟ آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا رو میطلبد، آن مقدار که بخوایم بهش تو دنیا میدیم، آخرتش هم اینه که با خاری و سرفکندگی وارد دوزخ میشه. فهمیدی؟ پس اونی که تنها دنیا رو میطلبه، میگه از خداوند نیکی در زندگی دنیایی خواسته، نه، تنها دنیا رو میطلبه، به زندگی دنیا و آرایش و زینت آن پرداخته و در آسایش زندگی کرده. وقتی میگه مطابق آیه جواب بده، یعنی بر اساس آیه بزن. ما تو آیه همچین جمله‌ای نداشتیم. سه، میگه فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا بوده و به مقداری از آن دست یافته. دقیقاً تو آیه بود. ببین، آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا، فقط به دنبال زندگی زودگذر دنیا و به مقداری از آن دست یافته، آن مقدار که بخوایم بهش میدیم. بله، یه مقداری تو دنیا بهش میدن، اون مقداری که خدا تعیین میکنه، اراده میکنه. دقیقا همینو گفته. آخرتش، دوزخش هم اینه که با خاری و سرفکندگی وارد میشه. پس گزینه سه پاسخه. چهار چی میگه؟ زندگی پایدار و اخروی را فراموش کرده و به همه نصیب خود در این جهان رسیده است. نه، اصلا به همه نصیب خود نداشتیم. یه آن مقدار که بخوایم. متوجه شدی؟ پس گزینه چهارم رده. پس بریم سوال بعد. غرض اصلی کسانی که میگویند و ما یهلکنا الا الدهر کدام است؟ چقدر سوال خوشگله. غرض اصلی، مقصود اصلیه کسانی که میگویند و ما یهلکنا الا الدهر کدام است؟ آقای یوسفیان پور، این چیه؟ فقط همینقدر از آیه رو داده. پس من باید بیاد تو ذهنم، باید آیه خان بشم، بدونم کجای دین و زندگی این عبارت اومده، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، غرض اصلی اونا چی بوده. اون موقع است که میام گزینه ها رو قشنگ دونه دونه بررسی میکنم. آیه بیاد تو ذهنم. آیه ما الا ما الا ما الاست. آقا این یعنی چی؟ ما یه دونه آیه داشتیم تو درس سه سال دهم، رمزش ما الا ما الا ما الا بود. همین آیه، نگاه کن. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا. گفتن کیا؟ کافران، منکرین معاد. چی گفتن؟ نیست حیات و زندگی جز همین حیات دنیوی ما. یعنی دارن انکار میکنن معاد رو. نموت و نحیا. گروهی از ما میمیریم و گروهی از ما نحیا، تازه به دنیا میاییم. یعنی انکار میکنن معادو، میگن آقا یه تعداد عمرش به پایان میرسه میمیره، یه تعدادم تازه متولد شده به دنیا میاد، ولی معادی در کار نیست. ادامهش چی میگن؟ و ما یهلکنا الا الدهر. دقیقا همین یه تیکه سوال اومده. ببین، و ما یهلکنا الا الدهر. دهر یعنی روزگار، گذر ایام. میگه فقط و فقط گذشت روزگار، گذر ایام عامل هلاکت و نابودی ماست. یعنی میگن روزگار ما رو نابود میکنه، گذر ایام رو عامل هلاکت و نابودی میدونن. دقیقا این تیکه. پس اونایی که منکر معادن، از این جملهشون برمیاد که اینا نعوذ بالله خدا رو هم قبول ندارن، یعنی خدا رو هم گذاشتن کنار. میگن عامل هلاکت روزگاره، حالا یه مدتی تو این دنیا هستیم، روزگارم ما رو نابود میکنه، دیگه بعدی نیست، معادی نیست، این دنیا هدفی نداره، مبدعی نداره، خالقی نداره. این دیدگاه ایناست، منکرین معاده. حله.
ادامهش هم میگه و ما لهم به ذالک من علم انهم الا یظنون. قرآن کریم میگه این سخنایی که اینا دارن میگن از روی علم نیستا، از روی منطق نیستا، از روی استدلال نیستا، پس چیه؟ فقط ظن اوناست، فقط خیال اوناست، فقط گمان اوناست. این کل آیه است. حالا فهمیدی؟ بیا گزینه‌ها رو بررسی کنیم. میگه غرض اصلی اینا چیه؟ فهمیدیم آیه رو. آیه راجع به منکرین معاده. ببینیم مقصود اصلی اینا از این تیکه چی بوده؟ اثبات اثر مرور زمان در زندگی و حیات انسان‌ها. خدا وکیلی غرض اصلی این منکران معاد از این که میگن ما یهلکنا الا الدهر، دنبال این بودن که اثبات کنن اثر مرور زمان یا همون گذر زمان رو در زندگی ما آدم‌ها. نه، اینا با این جمله عملا اعتقادشون رو نشون میدن. همونطور که انکار میکنن معادو، خدا رو هم قبول ندارن. انکار توحید، انکار مبدا، انکار خالق، انکار خداوند. چون میگن روزگار، همه چی دست روزگاره، خدا رو گذاشتن کنار. روزگار رو عامل مرگ میدونن، روزگار رو عامل هلاکت میدونن. گزینه دو چی میگه؟ انکار وجود آفریننده حکیمی که این جهان رو خلق نموده. کاملا درسته. این تیکه دقیقاً وقتی روزگار رو عامل هلاکت میدونه، یعنی خدا رو گذاشته کنار، یعنی منکر خداست، اونم خدای حکیم. مشخصه اینا میگن معادی در کار نیست، این جهان هدفمند نیست، پس عملا حکمت هم زیر سوال بردن، یعنی آفریننده حکیم رو دارن انکار میکنن. پس گزینه یک رد، دو رو نگه میدارم، سه ابطال گفته های موحدان در وجود آثار متأخر اعمال انسان. چی میگه؟ آثار متأخر چیه؟ اصلا اینجا صحبت از آثار متأخر نشده. ابطال گفته های موحدان چی میگه؟ غرض اصلی اینها بود که ابطال کنن گفته های موحدان رو درباره آثار متأخر. اینجا اصلا از آثار متأخر حرفی زده نشده. چهار، تأیید نظر منکرین معاد در زمینه متلاشی شدن جسم و روح انسان. غرض اصلیشون اینه که تأیید کنن نظر منکرین معاد رو. خب تا اینجا درست. در زمینه چی؟ متلاشی شدن جسم و روح انسان. آقا این جمله یه جمله نادرستیه، بگو چرا؟ چرا؟ ببین، به خاطر اینکه میگه متلاشی شدن جسم و روح انسان، اصلا منکرین معاد قائل به روح نیستن. اونا میگن حقیقت وجود انسان همین جسمه، بعد دیگه ای نیست، بعد روحانی وجود نداره که بعد مرگ حالا چه بلایی سرش میاد. متوجه چی میگم؟ پس این جمله که میاد میگه تأیید میکنه نظر منکرین معاد و در زمینه متلاشی شدن جسم و روح انسان، اصلا منکرین معاد اعتقادی به روح ندارن که حالا بیان راجب متلاشی شدن اون یه نظری بدن. پس گزینه چهارم جمله جمله نادرستیه و دو انتخاب ما برای این سؤال فوق خوشگله. واقعا خوشگل بود. یه تیک از آیه رو داده، آیه خان میشی، قبلش اینه، بعدش اینه، موضوعش میاد تو ذهنم. یه سوال بپرسم، اگر واقعا سر جلسه کنکور این سوال رو بهت بدن، تو واقعا ندونی این چیه، کجای دین و زندگیه، چجوری میخوای بحث انکار و معاد و اینجور چیزا رو بیاری تو ذهنت؟ واقعا چجوری میخوای این تحلیل ها رو انجام بدی؟ اینو صرفا دارم به خاطر این میگم چون یه تعداد از بچه ها هنوز سبک کنکورهای جدید رو نمیدونن به این صورته. اونا هنوز فکر میکنن که آقا یه آیه میدن، خب به هر حال ترجمهش رو بر اساس همون میزنیم. نه، من یه تیکه از آیه رو دارم، باید بدونم آیه کجای دین و زندگیه، باید آیه خان بشم، باید قبل و بعدش رو بیارم تو ذهنم تا بتونم یه همچین گزینه هایی رو تحلیل کنم. خب برو سوال بعدی. عبارت و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، استدلالی مشابه کدوم یکی از این چهار تا مورد برای پاسخ به ادعای کافران؟ خب جمله درس یک سال دهمه.
نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه که بین آنهاست بازیچه و بیهوده لاعبین، یعنی آسمان ها و زمین و آنچه که میان آنهاست بازیچه و بیهوده آفریده نشده. پس چی آفریده شده؟ هدفمند آفریده شده. خب الان میگه کدوم یک از این چهار تا استدلال، کدوم یک از این چهار تا عبارت مشابه مورد بالاییه؟ بیا تو گزینه ها سرچ کنیم. گزینه اول، رب برجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. این جمله یکی از اون آدم هاست لحظه مرگ، اونی که مرگش فرا میرسه، کافران، اونایی که آدم بده بودن، میگم پروردگارا منو بازگردون. اصلا ربطی به بحث هدفمندی و اینجا چیزا نداره. گزینه دو، افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم، ما شما را عبس آفریده ایم؟ عبس دورش خط، لاعبین دورش خط. عبس و لاعبین دقیقاً یک مفهوم. نیافریدیم آسمان ها و زمین و آنچه که میان آنهاست بازیچه و بیهوده. آیا پنداشته اید شما را بیهوده آفریدیم؟ یعنی بیهوده نبودن آفرینش، اینم بیهوده نبودن آفرینش. پس اینا با هم میخونه. پس استدلال مشابه بالاییه برای پاسخ به کیا؟ به ادعای کافران که میان میگن جهان هدفمند نیست، میان میگن جهان نتیجه ای نداره، معادی در کار نیست، که این آیه بخش دومش هم دقیقا یه مهر تاییدیه بر همین موضوع که آقا استدلال کافران رو رد کنه. و انکم الینا لا ترجعون، به سوی ما بازگردانده نمیشوید، یعنی به سوی ما بازگردانده میشوید. دقیقا مفهومش استفهام انکاری داره، یعنی قلق جمله، قالب جمله در قالب استفهام انکاریه و میاد میگه هدفی در کار هست، معادی در کار هست، پس با این میخونه و تمام. گزینه دو. گزینه سه چی میگه؟ الله لا اله الا هو ولیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. خدایی که نیست خدایی جز او، لیجمعنکم، قطعا جمع میکنه شما رو در روز قیامت، هیچ شکی در آن نیست. این قطعی بودن، قطعی بودن، حتمی بودن معاده، شکی توش نیست. تهش میاد آیه خان شد، ته گزینه سه. خیلی دوره کردم داخل فیلم ها و حل سوالات. و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی راستگوتر از خداوند در سخن و گفتار؟ صادق القول بودن خدا تهش اومده. چهار چیه؟ من آمن بالله والیوم الاخر و عمل الصالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ترسی بر آنها نیست، اندوهگین نمیشن. اینم از درس 9 سال 12 آورده شده. هر کی ایمان بیاره عمل صالح انجام بده، پاداش داره نزد خدا، ترس نداره، اندوهگین نمیشه. زبان 99، کنار رفتن پرده از حقایق عالم چه ثمره‌ای خواهد داشت و کدام عبارت نمونه ای از روشن شدن حقیقت عمل رو بیان نموده؟ آقا سوال قشنگه، درس 6 سال 10. کنار رفتن پرده مرحله 2 قیامته، واقعی 2 بعد زنده شدن همه انسان‌ها کنار رفتن پرده ها رو داریم، درسته؟ وقتی پرده ها کنار میره آشکار میشه همه چی، اعمال انسان‌ها، رفتار انسان‌ها، نیات انسان‌ها، سرگذشت هر چیزی که بر زمین گذشته، واقعیت همه چی آشکار میشه. میگفتیم پرده کنار بره آشکار میشه عمل، آشکار میشه عمل. پس ببین، آشکار شدن واقعیت همه چیز یا شهادت اعضای بدن انسان با کنار رفتن پرده چه ثمره‌ای داره؟ آشکار شدن اتفاق میفته، پرده ها میره، نور میاد، آشکار میشه، روشن میشه همه چی. پس گزینه 1 و 3 شهادت اعضای بدن رده، یا 2 یا 4. بعد میگه نمونه ای از این روشن شدن حقیقت عمل، میگه یا آیه رو بیار که باطن عمل اون موقع وقتی پرده ها میره دیده میشه. گزینه اول، ان الذين ياكلون، کسانی که میخورن، اموال الیتاما، اموال یتیم رو، چه جوری؟ از روی ظلم، به ناحق. انما ياكلون في بطونهم نارن. سوال ترکیب زده با درس 17. ما تو درس 17 دقیقاً یه جمله داریم، کسی که مال یتیم رو به ناحق میخوره این ظاهر عمله. میگه تو روز آخرت، تو روز قیامت که پرده ها کنار میرن، ببین دقیقاً با همین ارتباط داره،
باطن عمل دیده بشه، میفهمیم که یارو داره تو شکمش آتش فرو میبره. انما یاکلون فی بطونهم نارن. پس گزینه دو انتخاب ما خواهد بود. گزینه چهارم آیه ای که آورده الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون، آیه مربوط به شهادت اعضای بدنه. پس روشن شدن حقیقت عمل رو نمیگه، این شهادت عزا و جواره رو میگه. پس گزینه دو درسته، علت نادرستی سایر گزینه ها رو مفصلا برات توضیح دادم. برو بعدی آقا. سوال بعدی رو ببین، کدام مورد یکی از آثار اراده و تصمیم قوی برای انجام کارها رو بیان نموده؟ یکی از چیا؟ یکی از آثاره چیو؟ آثار اراده و تصمیم قوی. آقا اراده و تصمیم قوی کجاست؟ درس 8 سال دهم. درس 8 سال دهم. داستان یه سری اقداماتی که باید انجام میدادیم برای گام گذاشتن در مسیر بندگی خدا و ثابت قدم ماندن در اون راه. مورد اول تصمیم و عزم برای حرکت تو این مسیره. تصمیم و عزم همون اراده. تصمیم، عزم، تصمیم، اراده. یکی از آثارش دقیقا تو همونجا خوندیم، تو فیلم هم گفتم، سفارش و توصیه لقمان به فرزندشه. از آثار عزم و اراده و تصمیم قوی اینه که انسان صبور میشه، شکیبایی، تحمل سختی ها در مسیر هدف. دقیقا همونجا بر اساس آیات قرآن سفارش لقمان رو قرآن کریم نقل کرده به فرزندش: وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کن بر آنچه که به تو میرسد، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور، که این از عزم و اراده در کار هاست. آیهشو کامل خوندم. پس یکی از آثار اراده و تصمیم صبر کردنه. صبر کردن، وصبر، صبر کن بر آنچه که به تو میرسد. گزینه یک یا سه درسته، دو چهار رده. و ببین طرح چقدر هوشمندانه. ببین کلن تو دین و زندگی، تو آیات مخصوصا، واژه هایی که شبیه همن، واژه هایی که مشابه همن، میره اینا رو پیدا میکنن، میان کنار هم قرار میدن، کنار هم قرار میده که دانش آموز گیر کنه، که دانش آموز تو دام بیفته. ببین اینجا مثلا ما تو دینی درس 8 سال دهم وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ رو داریم. أَصَابَكَ، صبر کن بر آنچه که به تو میرسد. درس 3 سال 12 شرک عملی در بعد فردی آیه داریم: فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. ببین دقیقا همونه، میگه وقتی خیری به اونا برسه دلش به اون آرام میگیره. اینجا میگه صبر کن بر آنچه که به تو میرسد. أَصَابَهُ میخواد که طرف با این شباهت‌های بین کلمات، بین جملات تو دام بیفته. پس تو باید باهوش باشی، تو باید آیه خوان بشی و سلام. فقط جمله ببینی بگی آقا این اینجای دینیه، این اینجای دینیه، من اینو میخوام ازت عزیز دل من، اینو میخوام، این کارو انجام بدی. چی بگم؟ نمیخوام قسم بخورم، ولی اینو انجام بدی 80% 90% تستای کنکور رو هوا میزنی، رو هوا میزنی، داریم میبینی. فقط میاد تو ذهنت آقا اینه، اینجاست، آیش اینه، عبارتش اینه، این یکی که داده مثلا اونجای دین و زندگی ربطی به این نداره، رد میشه. آقا گزینه دوچار خداحافظ. و حال صاحبان این اراده قوی در مقابل مشکلات چگونه است؟ صاحبان این اراده قوی در مقابل مشکلات صبورن، استوارن، شکیبایی به خرج میدن، سرنوشت رو به دست حوادث نمی سپارن و با قدرت در مسیر هدف قدم بر می دارن. پس دقیقا تو کتاب، تو درس 8-10 تو این تیتر داریم، از آثار عزم قوی اینه که سرنوشت رو، یا اینطوری بگیم اونایی که تصمیم و عزم و اراده قوی تو کارها دارن، اینا سرنوشتشون رو به دست حوادث نمی سپارن و با قدرت به سمت هدف قدم بر می دارن. گزینه اول پاسخ تسته. چه چیزی به زندگی آدمی جهت می دهد و از نظر امیرالمومنین میزان ارزش واقعی انسان کدام است؟ سوال از درس 9 سال دهم داستان عشق به خداست. اونجا تو متن کتاب داریم محبت ها و دلبستگی ها به زندگی آدمی جهت میده. عشق ما، محبت ماست که به زندگی ما جهت میده. کارها و تصمیم های ما
ریشه در همین دلبستگی های ما داره. هر چیزی که عاشقون هستیم بریم سراغ اون. بریم سراغ اون. پس اون چیزی که به زندگی آدمی جهت میده محبت و دلبستگیه. این تصمیم ها، کارهای ما ریشه در این دلبستگی ها داره. پس تصمیم و عزم غلطه یا یک یا سه. از نظر امیرالمومنین میزان ارزش واقعی انسان کدام است؟ دقیقاً تو همین صفحه‌ای که این متن اومده، یعنی همین جهت میده محبت و دلبستگی، پایینش جمله امام علی اومده، همون داستانی که علامه جعفری نوشته شده از ایشون، که حالا یک مراسمی رو رفته، بعد حالا ایشون جمله‌ای رو از حضرت علی تو مراسم بیان میکنه، جمله مولا حضرت علی علیه السلام که میفرماین ارزش هر کس به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد. پس ارزش واقعی انسان، میخوای بسنجی یک انسان رو، ارزش یک انسان رو بسنجی، معیارش چیه؟ ببین چی رو دوست داره. ارزش هر انسان به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد، آن چیزی که دوست می‌دارد، نه آن چیزی که برای آن تلاش می‌کند. سوال بعد، آیه 90 سوره مبارکه مائده به چند مورد از محرمات اشاره نموده و از همراه آمدن این گناهان کدام مطلب فهمیده میشه؟ آیه 90 سوره مبارکه مائده، درس 10 سال 10 اومده، آیه 90 و 91 سوره مائده اونجا، تو همون داستانی که نجاسات بیان شده، آیه رو ببینیم. ای مردمی که ایمان آورده اید، به راستی شراب، قمار، بت‌پرستی، بخت‌آزمایی، پلید و از کارهای شیطانی است. ببین، شراب، قمار، بت‌پرستی و این داستان بخت‌آزمایی، اینا از کارهای شیطانی، از گناهانه، از حرام هاست. پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. بچه ها، تا رستگار شوید آیه 90 سوره مبارکه مائده است. ادامش میشه آیه 91، که این ادامه شما تو درس 2 سال 10 راه‌های فریب شیطان هم داشتیم. یعنی هم تو درس 10 دهم داریم، هم تو درس 2 سال 10 داریم. حل عزیز من، الان 90 خواسته تا اینجا. میگه چند مورد از محرمات، قرمزا رو بشمار، شراب، قمار، بت‌پرستی، بخت‌آزمایی. چند مورد؟ 4 مورد. 4 چیز. 11 چیزا رده. و از همراه آمدن این گناهان کدام مطلب فهمیده میشه؟ مردار همه حیوانات نجسه و برای عبادت باید از آن دوری شود، یا شرابخواری از گناهان بزرگ و مانند عمل بت‌پرستی است. دقت کن چیا رو گفته بود؟ شراب، قمار، بت‌پرستی و داستان بخت‌آزمایی. شراب از گناهان بزرگ مانند بت‌پرستی. وقتی شراب، بت‌پرستی کنار هم اومده، میدونیم بت‌پرستی گناه بزرگیه. وقتی شراب هم کنار این میاد، وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن، همشون پلیدن، همشون از کارهای شیطانیه، همشون گناه بزرگن. پس گزینه 4 درسته. اصلا داستان حیوانات نجسه تو این آیه صحبت نشده، پس گزینه 4 انتخاب ما خواهد بود. البته این سوال یه مطلبی داره که باید بگم. ببین، ما تو کنکور سابقه نداشته، آیه، اسم سوره، شماره آیه ازمون پرسیده بشه، مگر اینکه داخل متن درس مثلا اشاره شده باشه. مثال میزنم، به عنوان مثال آیه 59 سوره نساء که تو درس 5 سال 11 گفته شده، همون یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یعنی خلاصه آیه دقیقا تو متن درس مثلا میگه آیه 67 سوره مائده، آیه مثلا 59 سوره نساء، دقیقا اشاره شده باشه. اینجا دقیقا تو متن نگفته، پاورقی گفته، ولی خب تو کنکور سوالو دادن، مطرح شده. حالا بچه میگه آقا وقتی این سوال اومده، من باید بشینم کل شماره آیات و اسم سوره ها رو حفظ کنم بر اساس پاورقی؟ من اگه جای شما باشم این کار انجام نمیدم، چون این کار واقعا سخته و تا حدودی واقعا برای یک دانش آموز کنکوری غیر ممکنه. چون اولا حالا این مدل یه دونه سوال اومده، اونم تو گروه زبان، نمیشه گفت آقا از این جور سوالا خیلی داره باب میشه و میاد. دو، این سوال یه جوری داده شده، گزینه‌ها رو نگاه کنی، که اگر دانش آموزی یک دور به هر حال آیات دینی رو خونده باشه،
میدونه ما تو دین و زندگی تو هیچ آیه‌ای نداشتیم، چون 11 واقعا خیلی عدد بزرگیه. مثلا نخونده واقعا، آقا مثلا آیه‌ای نمیاد تو ذهنم که 11 تا مورد حرام شمرده شده باشه. حالا ما تو آیات دین و زندگی مثلا داریم موردی، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، حالا فقط حرامو نمیگم، اما خلاصه مثلا وقتی تیکه بندی میشه مثلا راجع به یک موضوعی مثلا دو مورد، سه مورد، چهار مورد داریم، ولی دیگه 11 خیلی خفنه، خیلی دور از ذهنه. یعنی دانش آموز میگه خب اگه هم باشه، حالا من یادم نیست که این 90 سوره مائده کجاست، ولی اگه هم بوده 11 تا نبوده خدا وکیلی، من 11 تا نخوندم. یوسف یانپور تو فیلم اصلا نیومده بگه این 11 تا رو حفظ کنید. میدونی چی میگم؟ یعنی این گزینه 11 رو خیلی پرت دادن. حالا اگه 3 میداد، 4، 5 میداد بهتر بود به نظرم. اینو خواستم بهت بگم که اولا اینو بدون، نگه یوسف یانپور نگفت که آقا از روی این گذشت، نه همچین موضوعی ما نداشتیم. و به نظر منم این تستی که حالا تو زبان 99 اومده واقعا نمیارزه برای یه دونه شاید همچین سوالی بیاد، حالا اسمشو بگن، شمارهشو بگن، برم بشینم کل اینا رو حفظ کنم. ولی خب اونایی که داخل متن اومده حتما بدون، ولی دیگه پاورقی اینا واقعا نمیصرفه از لحاظ زمانی. گفتم حالا شاید خیلی هم این تستو اصلا زدن همینطوری، گفتن شانسکی زدن 11 چیز که ما نداشتیم، پس حتما اون 4 دیگه میزنیم، حالا یه چیزی در میاد دیگه. بریم سوال بعد. زبان 99، احساسات لطیف زنان بیانگر وجود کدام ویژگی در آنام می باشد و عرضه نابجای آن چه عاقبتی خواهد داشت؟ سوال از درس 11 سال 10 بحث افاف مطرح شده. زن زیباست، این زیبایی هم درونیه هم ظاهریه. احساس لطیف خب زیبایی باطنی رو میگه یا ظاهری رو میگه؟ واضحه دیگه، احساس درونه، پس آراستگی ظاهری نیست، زیبایی های باطنیه، پس دو سه رده یا 1 یا 4. بعد عرضه نابجای آن چه عاقبتی خواهد داشت؟ عرضه نابجای آن میگه عرضه نابجای آن، به جای آن که گرمی ببخشد به کانون خانواده، عفت و حیا رو میبره و آن دو گوهر مقدس رو از خانواده میگیره. چی؟ و عفت و حیا رو. پس عرضه نابجای زیبایی به جای گرمی بخشیدن به خانواده، عفت و حیا رو از بین میبرد و آن دو گوهر مقدس رو از خانواده میگیره. از دست رفتن گوهر مقدس خانواده که تو باید بدونی گوهر مقدس خانواده عفت و حیاست. حله؟ گزینه 4. آقا یه جور دیگه هم میشد بزنی ها. آقا عرضه نابجای زیبایی تحقیر روح بلند، آها قبول، اوکی تو کتابم هست. دور ماندن از نگاه نااهلان، کسی که زیباییشو بیاد عرضه کنه به شکل ناجوری، پوشش نامناسبی داشته باشه، این آدم دور میمونه از نگاه نااهلان؟ نه، این آدم اگه حفظ کنه این زیباییشو میتونه خودشو دور نگه داره از نگاه نااهلان. دیگه داره عرضه میکنه زیباییشو، به شکل عرضه نابجا داره میگه. پس دور ماندن از نگاه نااهلان، این دیگه جمله نادرستی. اتفاقا این میاد تو چش نااهلان، دور ماندن از نگاه نااهلان چیه؟ پس گزینه 1م، 2م با این منطق رده. زبان 99، کدام مورد به عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان علیه السلام و از بین رفتن تردیدها اشاره دارد؟ داستان مسئولیت‌های منتظران در سن 9 سال 11 هم مطرح شده. مسئولیت‌های منتظر امام زمان. خب ببین، عوامل مؤثر در معرفت و محبت، 4 تا ما اونجا مورد داشتیم. تقویت معرفت و محبت به امام زمان، پیروی از فرمانهای امام عصر، ایجاد آمادگی در خود و جامعه، 4 دعا برای ظهور امام. الان میگه مورد اول معرفت و محبت، تیتراشو پیدا کن، زیر تیتراشو عذر میخوام. آشنایی با شیوه حکومتداری ایشان، آشنا میشیم، میشناسیم، شناخت پیدا میکنیم به شیوه حکومتداری ایشان، یعنی همون معرفت به امام، شناخت امام و شیوه حکومتداری. درسته. شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی، بازم درسته، تو متن کتاب داریم. همه اینا رو من گفتم، همه اینا رو گفتم. بچه‌هایی که 0 تا 100 رو دارن تو دینی 11 همشو توضیح دادم. اونایی که 60 40 رو دارن میبینن تو کتاب مصور همشو آوردم. پس گزینه اول 100% درسته.
دو چرا غلط؟ آشنایی با شیوه حکومتداری اوکی، پیروی از فرمانهای امام از خودش یکی از اون مسئولیت هاست دیگه، زیر تیتر معرفت و محبت نیست، پس غلط. آماده کردن خود و جامعه برای ظهور که هم تو سه هم تو چهار اومده، خودش یکی از اون مسئولیت هاست پس زیر تیتر معرفت و محبت غلطه عزیز من، پس سه غلطه، چهارم غلطه. اینم که اصلا پیروی از فرمانهای امام عصر داشت، گزینه سه غلطن در غلط بود، یعنی کلن غلط بود. حالا دو مثلا یه تیکش درسته، چهار مثلا یه تیکش درسته، یک میشه انتخاب ما، دیگه حرف اضافی نزنیم. سوال بعدی، اصل تقیه یادآور کدام مسئولیت مردم نسبت به رهبره؟ درس ده سال یازدهمه. خب اینا مسئولیت های مردم نسبت به رهبره، هر چهارتا: وحدت و همبستگی، مشارکت، افزایش آگاهی، استقامت و پایداری. سوال ترکیبیه، درس ده و با درس هشت سال یازدهم ترکیب زده. ما تو درس ده سال یازدهم تو داستان افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی این جمله رو داریم بچه های عزیز، که ما باید آگاهی های خودمون رو، مردم باید آگاهی های خودشون رو افزایش بدن، ببرن بالا، شناخت داشته باشن و به گونه ای عمل کنن که بیشترین ضربه رو به تفرق افکنان و دشمنان وارد کنن و کمترین آسیب رو ببینن. خب آقا بیشتر بزنیم، بیشتر ضربه بزنیم، کمتر ضربه بخوریم، این همون تقیه است. تقیه یعنی در عین ضربه زدن کمتر ضربه خوردن، در عین ضربه زدن کمتر ضربه خوردن، این میشه تقیه. خب همچین توضیحی رو همین الان گفتم تو داستان افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی تو متن کتاب، تو داستان مسئولیت های مردم نسبت به رهبر داریم. پس گزینه سه بدون هیچ شکی انتخاب ما خواهد بود. برو بعدی. زبان 99، بیت زیر بیانگر کدوم آیه است؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. خب آقا داستان ابیات مولوی درس یک سال دوازدهمه، میگه ما مثل شیرهای روی پرچمیم، ما همه شیران ولی شیر علم. شیرها نقش شیری که روی پرچم ها میکشن، روی علم ها. میگه اگه این شیر تکون میخوره، پرچم دیگه تکون میخوره، حمله مان از باد باشد، از خود اون شیره نیست، باده که این پرچم رو تکون میده. میگه ما هم دقیقا مثل همون شیره هستیم، اگر تکونی میخوریم، اگر حرکتی انجام میدیم، از خودمون نیست، خداست، خدا خواسته که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی نیازمندی انسان رو میگه در پیدایش و بقا، دم بدم هر لحظه، هر آن، همواره، دائمی، پیوسته، انسان به خدا وابسته است. خب حالا یه آیه انتخاب کن که نیازمندی رو بگه. من بگم دیگه؟ من نگم دیگه، داره اصلا اونقدر داد میزنه تو گزینه سه برای شما: یا ایها الناس و انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم شما نیازمندان به خدایید. فقط گزینه سه دقیقا داره نیازمندی رو میگه، که میگفتیم این آیه نیازمندی هم در پیدایش هم در بقا رو میگه. این جمله هم دقیقا، این بیتم مفهومش بحث نیازمندیه. پس گزینه سه انتخابه. گزینه اول، آقا آیه چیه؟ آیه 16 سوره رعده درس دو سال دوازدهم: قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. بازم بگم، اومد تو ذهنت، اون آیه است. گزینه دو: قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. بگو خداوند آفریننده هر چیزیه، توید در خالقیت، هو الواحد القهار، یگانگی خدا. چهار: و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن به. درس سه سال دوازدهم: شرک عملی در بعد فردی، اونایی که عبادتشون به حرف، تو لبس، سطحی، موقت، واکنش‌های مختلفی از خودشون نشون میدن. زبان 99، اونقدر دوره کردیم زبون منم دیگه برای واژه ها نمیچرخه، ولی خدا وکیلی دوره خوبی شد تو این سوالای 99. از آیه شریفه قل غیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء کدام مفهوم دریافت میشود؟ بگو آیا
به غیر از خدا رو به عنوان پروردگار بجویم در حالی که او رب به همه چیز است؟ آیا غیر از خدا رو به عنوان پروردگار بجویم طلب کنم در حالی که او رب به همه چیز است؟ آیا رب داره؟ رب داره. توحید در ربوبیته. رب داره؟ رب داره. توحید در ربوبیته. گزینه‌ها رو چک میکنم ببینم کدوم مفهوم توحید در ربوبیت رو میگه. یک میگه تدبیر انسان‌ها در طول ربوبیت الهی قرار دارد، یعنی هم خودش و هم نیرو و توانش از آن خداست. بله، تدبیر، ربوبیت در طول ربوبیت خدا، درست. کاری که من انجام میدم، نیرو و توان من در اون کار، همه اینو از آن خداست. خدا خواسته که من این تدبیر رو داشته باشم. پس گزینه اول درسته 100%. چرا دیگه گزینه‌های دیگه غلطه؟ دو میگه چون خدا خالق، مالک، ولی و ولی جهان است، تنها رب به هستی نیست میباشد. خب درست، تا اینجا حرفی نیست. و انسان نقشی در تنها رب به هستی نیست میباشد. خب درست، تا اینجا حرفی نیست. و انسان نقشی در پرورش ندارد. نه آقا، انسانم تدبیر داره، میتونه پرورش بده. اصلا اون باغبانی که زحمت میکشه یه گلی رو پرورش میده، گل نتیجه پرورش اون باغبانه، نتیجه زحمات اون باغبانه. ربوبیت میگه خود پرورش اون گله، تمام زحمات این باغبانه همه خواسته خداست. یعنی ربط میده به خدا. پس این که من بیام بگم انسان تدبیر نداره، انسان نقشی نداره تو کارها، انسان پرورش نداره، اینا غلط عزیز من، اینا میشه شرک. سه میگه اگر خدا را مدبر اصلی بدانیم و در عرض ربوبیت الهی برای انسان تدبیر قائل شویم، دوچار شرک نشده ایم. نشده ایم؟ دوچار شرک نشده ایم خدا وکیلی اگه بیایم در عرض ربوبیت؟ دست منو ببین، هم عرض خدا بشم بابا خود شرکه. یعنی چی نشده ایم؟ گزینه سه خداحافظ. چهار میگه خداوند صاحب اختیاری است که تدبیر مخلوق به دست اوست، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبیت الهی قرار داره. خدا صاحب اختیاری که تدبیر مخلوق به دست او، اوکی، بنابراین تدبیر انسان در کنار ربوبیت الهی قرار داره. آقا در کنار یعنی این، گفته بودم هم عرض، هم سطح، کنار، بخشی، یه تیکه رو واگذار کرده، همه اینا شرکه. پس اینجام در کنار دقیقا مثل همون در عرضه. پس چهارم خداحافظ، یک جواب تست. خب بریم سراغ سوال بعد. پیام کدام آیه شریفه بیانگر شرک عملی است؟ آقا یکی از این دوتا آیه رو باید انتخاب کنی که شرک عملی رو نشون میده. درس 3 سال 12. بعد میگه آنها به چه صفت ناپسندی دوچار شدن؟ خب بررسی کنیم. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودت. این داستان توحید عملی در بعد اجتماعیه، پس یک و دو نخواهد بود. گزینه 3 و 4 و من الناس من یعبد الله علی حرفن، این دقیقا شرک عملی در بعد فردی، اوکی. بعد میگه به چه صفتی دوچار شدن؟ توجه به تمایلات دانی و ارضای آنها یا تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی. خب شرک عملی یعنی تسلیم در برابر بت درون، هوای نفس، امیال نفسانی، یا بت بیرون، طاغوت، شیطان. پس گزینه 4 درست خواهد بود. آقا چرا گزینه 3 نشه؟ بچه‌ها توجه به تمایلات دانی چیز بدی نیست. اینکه من بیام پاسخ بدم به تمایلات دانیم چیز بدی نیست. ما تو درس 11 هم اینو خوندیم. درسته عالی اصلا با دانی قابل مقایسه نیست، منظورم تمایلات عالی با تمایلات دانی، ولی تمایلات دانی هم باید در حد خودش بهش پاسخ داده بشه. متوجه چی میگم؟ فقط باید حد و مرزش رو رعایت کنیم. لازمه زندگیه، در ذات خود بد نیستن، اگر از حد خودش عبور کنه بد میشه. پس اینکه یه نفر بیاد ارضا کنه، پاسخ بده به تمایلات دانیش، مثل ثروت، مثل شهرت، مثل شهوت، اشکالی نداره توجه کنه، ولی دیگه باید حد و مرزش رعایت بشه. پس رد 4 میشه انتخاب ما. میگم زبونم نمیچرخه بچه‌ها. بریم تست بعد. از آیه شریفه قالت فذلک الذی لمتننی ولقد راودته
فستعصم، کلید واژه هاشو میگم، لم یفعل لیسجنن نلا یکون من الساخرین، کدوم مفهوم دریافت میشه؟ این سوال درس چهار سال دوازدهمه. داستان اخلاص در بندگی یکی از ثمراتش نفوذ ناپذیری در برابر شیطان، بحث همون یوسف و زلیخا، وسوسه های شیطانی که دامی که شیطان از طریق وسوسه های زلیخا گسترده بود برای حضرت یوسف علیه السلام. خب ببینیم چیه داستان. حضرت یوسف چون به مقام اخلاص رسیده بود تونست بر این وسوسه ها غلبه کنه، تونست ایستادگی کنه. کسی که به مقام مخلصین رسیده بود در برابر وسوسه های شیطان نفوذ ناپذیر شده بود. خب مفهوم آیم دقیقا همینه، حضرت یوسف به مقام مخلصین رسیده در برابر وسوسه های شیطان نفوذ ناپذیر شده بود. یک درسته. چرا دو سه چهار غلطه؟ همسر عزیز مصر دامهایی برای کشاندن حضرت یوسف به سوی گناه و فساد گسترده بود. ببین شیطان دام گسترده، شیطان دام گسترده برای حضرت یوسف که حضرت یوسف رو به سمت گناه بکشونه. همسر عزیز مصر که اصلا دنبال این نبود، همسر عزیز مصر خودش تو بازی شیطان بود. یعنی شیطان از طریق همسر عزیز مصر میخواست حضرت یوسف رو به سمت گناه ببره. متوجه چی میگم؟ شیطانه که دنبال اینه که حضرت یوسف رو به سمت گناه ببره. پس گزینه دو رده. سه میگه همسر عزیز مصر از زنان مصر برای تحریک حضرت یوسف به سوی گناه و فساد استفاده کرد تا خود را تبرئه نماید. میگه بازم همسر عزیز مصر از این زنان مصر اومد برای تحریکش به سوی گناه و فساد استفاده کرد تا خودشو تبرئه کنه. اصلا همچین چیزی تو این داستان نداریم. همسر عزیز مصر زنان مصر رو یه مهمونی ترتیب داد، زنان مصر اونجا جمع شدن، حضرت یوسف رو آورد، جمال حضرت یوسف اون زنان دیدن، دستاشون رو با چاقو بریدن. میخواست بگه من رو به خاطر این دارید سرزنش میکنید، خودتون ببینید که زیباست، جمال داره. متوجهی؟ پس این گزینه هم نمیتونه باشه. چهار میگه حضرت یوسف به درجه ای از باور رسیده بود که میتوانست در شرایط سخت حق را از باطل تشخیص بده. ببین تشخیص حق از باطل تو شرایط سخت و اینجور مطالب تو داستان دستیابی به درجاتی از حکمت، نه نفوذ ناپذیری در برابر شیطان. پس آیه نفوذ ناپذیری رو میگه، پس گزینه چهار به اون ارتباطی نداره، یک انتخابه. سوال بعدی رو ببینیم با هم چی میگه. میگه توبه در اصطلاح دینی به چه معناست؟ خب و مطابق روایت نبوی خداوند چه کسانی رو بسیار دوست دارد؟ توبه در اصطلاح دینی به چه معناست؟ بازگشت از گناه به سوی خدا و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خدا. اوکی، کاملا درسته. سه و چهار چرا غلطه؟ ایستادگی در برابر موانع بیرونی و درونی که همان نفس اماره است. آقا در برابر موانع بیرونی نه، توبه انقلاب علیه نفس، نفس اماره، موانع درونی. پس این بیرونی چی میگه این وسط؟ این غلطه، این ربطی به داستان توبه نداره. پس یا یک یا دو، خدا چه کسانی رو بسیار دوست داره؟ ببین میگه مطابق روایت نبوی بگو، یعنی مطابق سخنی از پیامبر. اینو گفتم که این بسیار توبه کننده رو بذاری کنار. چرا؟ چون میگی آقا ما تو متن کتاب یه آیه قرآن داریم میگه ان الله یحب التوابین، خداوند اونایی که توبه رو تکرار میکنن یا زیاد توبه میکنن اونا رو دوست داره، اونایی که بسیار توبه میکنن خدا اونا رو دوست داره. اوکی، خدا اونا رو توبه دوست داره، کیار؟ اونایی که بسیار توبه کنن. ولی اون آیه قرآنه. سوال میگه بر اساس روایت نبوی بگو. ببین ما تو داستان توبه جوانان یه جمله داریم که جمله متنه، میگه خدا توبه جوانان را بسیار دوست دارد. متنه میگه خدا توبه جوانان را بسیار دوست دارد. بعد ادامش میگه پیامبر، جملهش اومده نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست. یعنی پیامبرم جوان توبه کار رو دوست داره. من گمانم بر اینه که طراح محترم این سوال این دوتا رو با هم میکس زده. پیامبر میگه نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست، پیامبر میگه نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست، یعنی جوان توبه کار رو میگه دوست دارم.
قبلش هم یه متنی اومده دقیقا قبل این جمله پیامبر که میگه خدا جوان توبه‌کار رو بسیار دوست داره. چه طراح محترم این دوتا رو اومده به هم ارتباط زده و از دلش این جمله در اومده که خداوند جوان توبه‌کار را بسیار دوست دارد. پس حالا میتونیم با اغماز بگیم بین گزینه‌های موجود هرچند یه ایراد جزئی وجود داره گزینه دو درسته. ایراد جزئی چیه؟ چون جمله پیامبر اینه، میگه همون سخن پیامبر، میگه نزد من محبوب تر از جوان توبه‌کار نیست، خودشو میگه، این میگه خدا چه کسانی رو بسیار دوست داره. ولی چون دیگه سخن پیامبر رو حالا طراح مد نظر قرار داده، باید بریم سراغ سخن پیامبر جوان توبه‌کار رو انتخاب کنیم، میشه گزینه دو. سوال خوبی بود ولی خب میتونست یه کوچولو تغییرات روی سوال داشته باشه که سوال درست‌تر باشه. زبان 99، کدام آیه شریفه گویای مطلب زیره؟ هر کس که نگران عاقبت کار خود است به روشنی در میابد که تکیه بر خدا و اعتماد به دستورات او هر گونه نگرانی نسبت به آینده را از بین میبره. آقا ما این جمله رو دقیقاً تو درس 8-12 داریم، تو داستان عمل به احکام و دستور، عمل به احکام و دستورات الهی که همون شیوه مطمئن و قابل اعتماده و نگرانی ها نسبت به آینده رو از بین میبرد. کدوم آیه؟ همونی که دوتا پایه زندگی رو مقایسه میکنه، دوتا پایه و اساس زندگی رو مقایسه میکنه. اما من اساس بنیانه علا جرفونهار فینهار بهی فینار جهنم. گزینه 4، اف من اساس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیر. البته اینجا علا شفا جرفونهار، اینجا یه شفا جا افتاده تو این عبارت. بین گزینه‌های موجود خب میگه عمل به احکام نگرانی رو از بین ببره. این حالت گزینه دو میگه بی توجهی به احکام و دستورات خدا که باعث میشه انسان در لبه پرتگاه مشرف به سقوط قرار بگیره، یعنی کلاً آینده رو نگران نشون میده نه اینکه نگرانی رو از بین ببره. اما این حالت مثبتشه که میگه اگر زندگیت بر اساس عمل به احکام دستورات خدا باشه که پای و اساس محکمه، تهش اینه که نگرانی و نسبت به آینده از بین میبره. دقیقا متن کتاب پیرامون این آیه. پس گزینه 4 درست خواهد بود. خب بچه ها این سوال با هم ببینیم. در داستان دزدی از باغ، خب درس 5 سال 12 داستان دزد و صاحب باغ، بیت زیر برای توجیه کدام یک از این 4 مورد بیان شده؟ خب بیت رو بخونیم. گفت از باغ خدا بنده خدا میخورد خرما که حق کردش عطا. خب اون دزدی که رفته بود از اون نخله رفته بود بالا، بعد میوه ها رو چیده بود خورده بود، صاحب باغ سر رسید گفت اون بالا چیکار میکنی؟ گفت کاری نمیکنم، این باغ باغ خداست، منم بنده خدا، اینا میوه های خداست، دارم میخورم دیگه، خورده میشه اینا. که بعد صاحب با خلا اینو ورد پایین و یه حال اساسی بهش داد. دیگه داستانشو شنیدیم، مولوی ابیاتش تو درس 5 سال 12 که میخواد با یک تمثیل زیبا رد کنه جبرگرایی رو، رد کنه اون آدمهایی که اعتقادشون جبرگراییه. خب اینجا دقیقا دزده یه همچین اعتقادی داشته، رفته اون بالا میگه دست من نیست که این میوه داره خورده میشه، باغ باغ خداست، اینجا میوه میوه خداست، منم یه بنده خدا. میگه اون دزده بیت زیر را برای توجیه کدام مورد بیان شده تو اون داستان؟ بیت زیر برای توجیه کدام مورد بیان شده؟ خب میدونیم این بیت برای توجیه این موضوع ورده که ما اختیار نداریم، یعنی میخواد بگه من اختیار ندارم. حالا برای اینکه این موضوع توجیه کنه، بیشتر توضیح بده، بیان کنه، بهونه بیاره براش، این بیت هم ورده میگه آقا اینطوریه داستان. خب حالا گزینه ها رو ببینیم. میگه غیر اختیاری بودن بسیاری از امور در عالم هستی. بابا این میگه کلن اختیار نداریم، جبرگرایی رو بهش معتقده و این بیت هم توجیهی برای این موضوع هست. برای کدوم موضوع؟ برای جبرگرایی، یعنی اینکه انسان اختیار و اراده نداره. پس گزینه اول نمیتونه باشه چون میگه غیر اختیاری بودن بسیاری از امور، یعنی اختیاری بودن بازم یه تعدادی از امور، در صورتی که اینجا بحث جبرگرایی، یعنی کلن اختیار نداریم. انکار اختیار و اراده انسان در انجام کارها. خب انکار اختیار و اراده یعنی همون قائل به جبرگرایی بودن. برای اینکه جبرگرایی رو توجیه کنه این بیت آورده
برای اینکه بگی آقا دست من نیست جبریه، این بیت آورده. پس گزینه دو رو نگه میدارم. سه میگه تصمیم گیری بر مبنای اختیار و پذیرش عاقبت امور. نه خب برای توجیه این نیست، برای توجیه جبرگراییه. اصلا بحث عاقبت امور تو این بیت صحبت نشده. پس سه هم رده. چهار میگه وجود امور خارج از اختیار و تابع قوانین طبیعی. درست، بسیاری از امور خارج از اختیار ما هست، ما دخشی در آن نداریم، به صورت طبیعی انجام میشه، مثل مثلا عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن یا مثل قوانینی که در طبیعت وجود داره، مثل قانون جاذبه، مثل توالی فصل‌ها. ولی اینجا بحث اینه که وجود امور خارج از اختیار نه. وقتی این جمله رو میگه یعنی یه اختیاری هست، حالا یه تعداد امور خارج از این اختیارن، دقیقا مثل گزینه اول، در صورتی که کلا باید بحث جبرگرایی رو ما انتخاب کنیم. برای توجیه جبرگرایی این بیت از زبان اون دزده بیان شده. پس گزینه چهارم رده و گزینه دو انتخاب ما برای این تست خواهد بود. خب بچه ها، این سوال رو با هم بررسی کنیم. مطابق آیه شریفه 178 سوره آل عمران، سنت حاکم بر زندگی ماندان و غرق شدگان در گناه کدام است و سرانجام آنان چه خواهد بود؟ بچه ها، سنت حاکم بر زندگی معاندان و غرق شدگان در گناه، سنت املا و استدراج، درس 6 سال 12، ابتلا و امتحان رد خواهد شد. بعد ادامه میگه سرانجام آنان چه خواهد بود. ما تو داستان املا و استدراج یه دونه آیه داریم، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدونن گرفتار میشن به تدریج. پس سرانجام آنها سنستدرجهم، گرفتاری تدریجی به عذابه. گزینه اول میشه پاسخ این سوال. پس این تستم خیلی ساده از درس ششم سال 12 تونستیم در کوتاه‌ترین زمان به جواب برسونیم. برو بعدی. اگر کسی به شناخت مناسب از این که دوست نزدیکتر از من به من است دست یابد، چه رفتاری خواهد داشت و کدام ثمره را خواهد دید؟ یه سوال ترکیبی خوشگل از درس 2 سال 10 با درس 9 سال 10. بچه ها، دوست نزدیکتر از من به من است داستان سرشت خداشناس. خداوند سرشت ما را با خود آشنا کرد، درسته؟ میاد تو ذهنم. و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. ما گرایش داریم به خدا. انسان به هر جا که می نگرد، به جهان هستی یا در خود نگاه می کنه، خدا رو می یابد، محبتش رو در دل حس می کنه. اگر کسی به چنین شناختی برسه، مفهوم این بیت سرشت خداشناس، یعنی سرشت خداشنا، اینکه همه جا خدا رو مییابد، محبت خدا رو تو دلش حس میکنه، به چنین شناختی دست پیدا کنه، نتیجه چیه؟ نتیجه محبت به خدا، نتیجه گرایش به خدا چیه؟ نتیجهش اینه که میره از خدا پیروی میکنه، از دستوراتش اطاعت میکنه. حالا بحث پیروی از خدا میشه درس 9 سال 10. ببین، گرایش به حق با تفکر در جهانی که به حق خلق شده است، یا پیروی از دستورات خدا که توسط پیامبر ارسال شده. میگیم اگر به این شناخت برسیم، این مفهومش اینه که خدا رو میابیم، محبتش رو تو دل حس میکنیم. وقتی این حاصل بشه، حالا دیگه میریم سراغ پیروی از خدا. پس رفتارش میشه همون پیروی. گزینه 1 و 3 رده، یا 2 یا 4. بعد میگه کدام ثمره رو خواهد دید. ثمره پیروی از خدا گزینه 4 آیشه. چرا؟ همین که میگم ترکیبی با درس 9-10، به خاطر اینه. ما تو درس 9 سال 10 آیه داریم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر عاشق خدا هستید پس پیروی کنید، نتیجه این پیروی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الان کدومو میبینم؟ یغفر لکم ذنوبکم تو گزینه ها به من داده. ثمره این پیروی، این رفتار رو خواسته که دقیقا باید بر اساس اون آیه جواب بدیم. اشد حبا لله یا آیه دیگه است راجع به داستان عشق به خدا.
والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیداً خدا رو دوست می‌دارن. جواب ما نخواهد بود، چون ما دنبال آیه‌ای هستیم که ثمره پیروی رو بگه که دقیقاً باید بر اساس آیه جواب بدیم. تست بعدی، کدام آیات شریفه برای پرسش‌هایی که در پی می‌آیند پاسخ مناسبی می‌باشند؟ دو تا پرسشه. اگر معجزه جاوید یعنی قرآن کریم توسط یکی از دانشمندان جامعه آورده می‌شد، ممکن بود چه شبهه‌ای ایجاد شود؟ سوال دو، قرآن کریم از چه جهتی معجزه است؟ خب داستان معجزه درس 3 سال 11مه، درس 3 سال 11مه. ما اونجا داریم که پیامبر امی بود و این معجزه رو آورد. خواندن نوشتن نمیدونست این معجزه رو آورد. اگر غیر این بود، یعنی قرآن توسط یک انسان باسواد، توسط یک دانشمندی عرضه میشد، تهش این بود لرتاب المبتلون، کجروان به شک می افتادن. پس جواب چی می خواد از من؟ میگه اگر توسط یکی از دانشمندان آورده می شد، یعنی توسط یک انسان باسوادی آورده می شد، تهش چی می شد؟ شبهه ایجاد می شد، کجروان به شک می افتادن. کدوم آیه اینو میگه؟ خب داستان امی بودن میاد تو ذهنم، 2 و 4 اینو میگه، 1 و 3 رده. چرا؟ 1 و 3 اختلافاً کثیرا داستان انسجام درونی در عین نزول تدریجیه. ما دنبال آیه امی بودن هستیم. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینه که لرتاب المبتلون، هم دقیقاً انتهای این 3 نقطه میاد. پس یا 2 یا 4. بعد میگه قرآن کریم از چه جهتی معجزه است؟ قرآن کریم از تمام جهات معجزه است، هم از لحاظ لفظی معجزه است، هم از لحاظ محتوایی. قرآن کریم میگه آقا یه سوره، تحدی این معجزه اینه که اگه میتونی یه سوره بیار. پس ببین معجزه است. اونایی که مخالف قرآن کریمن، اونایی که منکر الهی بودن قرآن کریمن، منکر معجزه بودن قرآن کریمن، عاجزن، ناتوانن حتی یک سوره بیارن. پس الان باید قرآن کریم از چه جهتی معجزه است و بیام تو گزینه‌ها ببینم. قل فأتوا بسورة مثله لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد رسل. این آیه تو درس 1 سال 11 اومده. آقا کدوم آیه است؟ همون آیه که میگه اتمام حجت بعد ارسال رسل، رسلا مبشرین و منذرین. بده تو مغز، می‌خواستم آیه بیاد تو ذهنت، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد رسل. پس گزینه ارزم به حضورشون گزینه 4 نخواهد بود، چون بحث معجزه رو داریم صحبت میکنیم، اصلا این ارتباطی به این داستان نداره. این میگه تا نباشد برای مردم در برابر خدا بهونه ای، اتمام حجت رو میگه. از چه جهتی معجزه است؟ از این جهت معجزه است که حتی مخالفان قرآن نمیتونن سوره ای مثل آن رو بیارن، ناتوانن حتی از این امر ساده. پس گزینه 2 انتخاب ما در این تست خواهد بود. سخن بعدی، سوال بعدی، این سخن رهبر کبیر انقلاب اسلامی، ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم، در تبیین مفهوم کدام آیه می باشد؟ آقا این جمله، موظفیم شرک زدایی کنیم، آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم، از بین ببریم، باید بیاد تو ذهنم این جمله حضرت امام کجای دین و زندگی اومده. تو درس 4 سال 11 بحث ولایت ظاهری، یکی از زیر تیترا، یکی از زیر مجموعها، ضرورت پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت بود. اونجا جمله حضرت امامو داشتیم که میفرمودن هر نظام سیاسی غیر اسلامی شرکامیز است، چون حاکمش طاغوت است. ما موظفیم آثار شرک رو از جامعه بزداییم، دور کنیم. خب جمله حضرت امام پس با پذیرش ولایت خدا نفی حاکمیت طاغوت ارتباط داره. آیه پذیرش ولایت خدا نفی حاکمیت طاغوت تو کدوم گزینه میبینی؟ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاجموا الى الطاغوت. اومد تو ذهنت؟ گزینه 4.
الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك، ادامش میگه یریدون ان یتهاکم ول الطاغوت، بعد میگه قد امروا ان یکفروا، تهش میاد میگه یرید الشیطان ان یذلهم ذلالا بعیدا. کل آیه میاد تو ذهنم، آیه خان میشم، آیه خان میشم. آیه خان بودن اون چیزیه که کنکورهای جدید از شما عزیزان میطلبه. سوالو میخونم میفهمم جمله کجای دینیه. آقا درس 4:11 جمله امام خمینی پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوته. میام تو گزینه‌ها سریع آیهشو پیدا میکنم. یوسف یانپور دوره کن برام، چشم دوره کن برام. گزینه اول چیه؟ ارأیت من اتخذ الهه هواه اف انت تکون علیه وکیلا. این شرک عملی در بعد فردیه، 3:12 درس 3:12. دو چیه؟ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا، توحید در ولایت، درس 2:12. 3 چیه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اینم بحث عدالت، ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلامه. درس 4:11 تموم شد و رفت، یک بررسی کامل جامع پرملات برای این سوال. برو بعدی. کدام عبارت با اعلام ولایت حضرت علی علیه السلام از جانب رسول خدا مرتبط می باشد؟ تا امکان مخفی کردن آن توسط مردم نباشد. عزیزای دل من، آیه ولایت، آیه ولایت، داستان ولایت چی بود؟ ببین تو داستان ولایت که امام علی علیه السلام در حال رکوع انگشتر به فقید می بخشد، مصداق این آیه حضرت علی بود. وقتی آیه نازل شد پیامبر شتابان به مسجد اومد، همونجا حضرت علی علیه السلام رو به عنوان ولی معرفی کرد، به عنوان مصداق آیه معرفی کرد. مردم با چشم خودشون دیدن، از زبان پیامبر شنیدن، تا چی بشه؟ تا امکان کتمان و مخفی کردن آن نباشد. آقا کدوم گزینه آیه ولایته؟ فهمیدم آیه ولایت، فقط دارم دوره میکنم برات. آیه ولایت آیهش رو بخون. ولایت میگفتی ولی میاد، خب انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آها، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون، در حال رکوع زکات میدن. دقیقاً گزینه 3. آقا گزینه اول رجس داره، اهل بیت داره، این تطهیره. گزینه 2 ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا، این داستان ثقلینه. 4 چیه؟ فما بلغت رسالته او، یا ایها الرسول بلغ، ای پیامبر ابلاغ کن، اگه ابلاغ نکنی رسالتت ناتموم مونده. این آیه ابلاغه، ما دنبال آیه ولایتیم. یه تحلیل خوشگل برای این سوال. حل دوست من، برو بعدی. سخن امام صادق علیه السلام که فرمودند ای مردم، رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علی علیه السلام، سپس حسن، حسین و علی ابن حسین و محمد ابن علی به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم. امام صادق علیه السلام تو درس 8:11 خوندیم. تو کدوم داستان؟ تو داستان مجاهده در راستای ولایت ظاهری یا همون مبارزات امامان؟ تو کدوم تیترش؟ دومی، معرفی خیش به عنوان امام برحق، که امامان میگفتیم خودشونو به عنوان امام برحق معرفی میکردن، که مثال زدیم در روز عرفه تو مراسم حج امام صادق علیه السلام برای مردم سخنرانی کرد، گفت پیامبر بود، بعد امام علی، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد علی ابن حسین امام سجاد، بعد محمد ابن علی امام باقر، اکنون من امام و رهبر شما هستم. یعنی داره خودشو به عنوان امام برحق معرفی میکنه، پس میشه معرفی خیش به عنوان امام برحق. تو داستان چیه؟ مجاهده در راستای ولایت ظاهری یا همون مبارزات امامان، اصول کلی مبارزات امامان. بیا تو گزینه ها سرچ کن برای من استمرار و پیوستگی در دعوت.
آقا این علل تعدد پیامبرانه، درس 2 سال 11، حفظ سخنان و سیره پیامبر. این از اقدامات مربوط به مرجعیت دینیه، تو درس 8 11 اومده، ولی ما اینجا داستان ولایت ظاهری معرفی خیش به عنوان امام برحق و جستجو میکنیم. سچی میگه اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان، آها همون ولایت ظاهری، مجاهده در راستای ولایت ظاهری، که یکی از زیر تیتراش معرفی خیش به عنوان امام برحقه، دقیقا سوال همونه. 4 اقدام مربوط به مرجعیت دینی که به همون دلیلی که 2 رد شد 4 هم رد میشه. پس 1 2 4 خدافظ 3 صحیح. اوکی؟ تحلیل حال کردی؟ این مدلی باید بری جلو. برو تست بعد. به ترتیب هر یک از موارد زیر با کدام برنامه در مورد تشکیل خانواده ارتباط دارن؟ آقا سوال از درس 12 سال 11 میگه فرزند تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد است، بلوغ دوره پذیرش مسئولیت های زندگی است، با تشکیل خانواده میتوان مهر و عشق به همسر و فرزندان را پرورش داد. یه چیزی بگم، این سوال تو دفترچه یه ایراد جزئی داشت، من این سوال رو یک کوچولو تغییر دادم. به خاطر همین اگه این سوال رو رفتی تو کتاب تستی که داری حل میکنی یا تو دفترچه کنکور تو آزمونی گزینش رو متفاوت دیدی، به خاطر اون ایرادی بود که وجود داشت، من اصلاحش کردم. ببین، فرزند تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد است، خب این رشد و پرورش فرزندانه، میشه اهداف ازدواج که از برنامه های تشکیل خانواده است. پس یا 2 یا 3، پس 1 و 4 خدافظ. این سری اومد، خدافظی نداشت. حالا بررسی کنیم. بلوغ دوره پذیرش مسئولیت های زندگی است. این بحث عفاف و پاکدامنیه. انسان تو بحث بلوغ وارد دوره جدیدی میشه که مسئولیت زندگیشو باید قبول کنه. پس تقویت عفاف و پاکدامنیه. پس شناخت معیارهای همسر مناسب دیگه واضحه دیگه. اصلا ببین بین 2 و 3 که گیر کردی، به نظرت جمله بلوغ دوره پذیرش مسئولیت‌های زندگیه به معیارهای همسر مناسب داره اشاره میکنه؟ چه ربطی داره آخه؟ پس گزینه 3 نخواهد بود، یقیناً 2. 4 میگه با تشکیل خانواده میتوان مهر و عشق به همسر و فرزندان رو پرورش داد، که اینم داستان رشد اخلاقی و معنویه که بحث اهداف ازدواجه. بحث اهداف ازدواجه. ما تو داستان رشد اخلاقی و معنوی داشتیم که دختر پسر وقتی تشکیل خانواده میدن، زمینهای فساد رو از خودشون دور میکنن، مسئولیت پذیری رو تجربه میکنن، مهر و عشق و ایثار نسبت به همسر و فرزندان رو در خودشون پرورش میدن. حل عزیز من، همه این واژه ها دقیقا رشد اخلاقی و معنویه. اینجا ببین، مهر و عشق به همسر و فرزندان، توجه به اهداف ازدواج. از آیه شریفه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها کدام مفهوم دریافت میشه و با کدوم سنت مرتبطه؟ آخرین سوال ما تو گروه زبانه. بچه ها این کدوم سنته؟ نیکی بیاری 10 برابر، بدی بیاری به همون اندازه. لا یظلمونه، به کسی ستم نمیشه. این میشه سبقت رحمت بر غضب. سبقت رحمت بر غضب، خیلی ساده. پس بخش دوم تست رو میخوام به زانو در بیارم. بخش دوم تست باید برای من پرپر بشه همین الان. ببین، سبقت رحمت بر غضبا درست، اما تأثیر اعمال در زندگی انسان نادرست. پس 2 و 4 خدافظ. حالا بیا مفهومش رو بررسی کنیم. اول تست رو ساده کردم، اون تیکه‌ای که خیلی ملموس بود، اون تیکه‌ای که خیلی بولد و واضح بود برات رد کردم. حالا برو مفهوم رو دقت کن چک کنیم. میگه کارهای نیک و بد همراه انسان هست، چه نیکی چه بدی، اوکی؟ و در قیامت از او جدا نمی شود. خب جمله رو در نظر می گیریم، داشته باشیم. درسته، حالا این دقیقا اون چیزی که آیه می خواد نیست. میگه نیکی بیاری 10 برابر بهت پاداش میدیم، بدی بیاری به همون اندازه. اینم میگه کارهای نیک و بد با انسانه.
در قیامت از او جدا نمیشه، اون موقع سالا حساب کتاب میشه دیگه، یه خوب باشه 10 برابر میبره، بد باشه به همون اندازه میبره. اما گزینه 3 چی میگه؟ میگه اگر کسی در دنیا کار نیکی یا بدی انجام داد، قطعا در دنیا نتیجهش رو میبیند. ببین بین گزینه 1 و 3 باید ببینیم کدوم بهتره. چک میکنم اون چیزی که میخواد دقیقا اون نیست. حالا 2 تا گزینه هست، بین اینا باید انتخاب کنم. 3 یه سوتی بزرگ داره، یه گاف بزرگ داره. گافش چیه؟ میگه کسی که کار نیک یا بدی انجام داد، قطعا رو دقت کن، قطعا تو دنیا نتیجهش رو میبینه. ما درس 4 سال 10 رو خوندیم، ضرورت معاد در پرتو عدل. اونجا گفتیم آه خدا عادله، پاداش و مجازات خیلی از اعمال تو این دنیا نمیشه داد. پاداش و مجازات خیلی از اعمال، اصلا دنیا ظرفیت اینو نداره، عمر انسان محدوده و خیلی از پاداش و مجازات ها میمونه برای سرای آخرت. پس این جمله که میاد میگه قطعا تو دنیا نتیجه کارتو میبینی، این فکر کنم برای هر شخصی که واقعا یه کوچولو معارف میدونه، حتی شاید دانش آموز مثلا مقطع متوسطه اول هم باشه، بتونه جواب بده که آقا نه، قطعا همه چی تو این دنیا داده نمیشه، پس معاد خیلی از پاداش و جزاها اونجاست. پس لذا گزینه 3 یه گاف بزرگ داره و جملهش نادرسته، اینم رد میشه. و اگر بخوایم یه گزینه رو انتخاب کنیم، 1 که بازم عرض میکنم جمله 1 غلط نیست، ولی شاید زیادم مرتبط با این آیه نباشه، ولی خب راجع به بحث نتیجه اعماله که انسان تو قیامت حالا نتیجه عملش رو میبینه، این میگفت 10 برابر خوبی، بدی به همون اندازه، به کسی ستم نمیشه. حالا با 1 نگاه دیگه و پایان. بچه ها سوالات گروه زبان رو هم پر انرژی با هم مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم که این تحلیل ها، این بررسی سوالات بتونه بهتون کمک کنه که انشالله تثبیت کنه اون تسلطی که تو درس دینی دارید. چون ایمان دارم تو عزیز دل من که مجموعه 0 تا 100 یا 60-40 ما رو دیدین، الان واقعا فوت و فن دینی و بلدی، میدونی به چه صورته. فقط باید دوره کنی، فقط باید دوره کنی، اون چیزیه که من از تو میخوام. دوره کن، تکرار و تمرین انجام بده، تست بزن، آیه خوان شو، مسلط باش، شک نکن. میری تو کنکور برای رسیدن به درصد بالای 90، برای رسیدن به درصد 100 که تو شایسته اونی. مراقب خودت باش.